عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه دوستان عزیزم، امیدوارم حالتون خوب باشه. من محمد رضا تیموری هستم، کارشناس ارشد امنیت، و اینکه میخوایم توی این لایو در مورد آسیب پذیری که من تونستم ازش 7000 دلار بانتی بگیرم صحبت بکنیم. صدای من رو دارین دوستان؟ من مقداری چون با تاخیر داره ارسال میشه ویدیو، یه دیلی داره، نمیدونم الان تو چه استیتی هستیم. اگه تو کامنت ها بهم بگین که ممنون میشه. خیلی عالی. من یه حالا قبل از اینکه بریم سراغ باگ SSRF و حالا جزئیاتش رو ببینیم، من میخوام روند پیدا شدن این باگ رو براتون توضیح بدم و اینکه چی کار باید بکنین کلن که حالا بشه حالا یه آسیب پذیری از یه بخشی حالا از یه سایتی در بید. مهمترین بحث ریکان هست بچه. ریکان مهمترین فاز هر پروژه پنتست یا تست نفوذ یا پروژه هانتینگی هستش که واقعا بیس همه چیزه. شما تا یه ریکان خوب نداشته باشید نمیتونید مطمئن باشید که آقا من کامل این سامانه رو تست کردم و حالا باگا رو مطمئن باشید از بابتش. همیشه 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 ابزارهای مختلف ریکان رو تست بکنید، به یک ابزار اکتفا نکنید، و اینکه وقتی همچین سناریویی رو شما داشته باشید، ریکانتون قوی باشه، مطمئن باشید که باگ پیدا میشه. یعنی هست، واقعا باگ هست، ولی کم هم نیست. باگ هم زیاده، منتها خب ریکانتون خیلی بستگی به ریکان داره، یا اینفورمیشن گدرینگ، یا حالا هر اسمی که میشه گذاشت، جمع‌آوری اطلاعات یا هر چیز دیگه. خب من یه توضیح در مورد حالا ریکان بگم، من خودم چجوری ریکان رو انجام میدم و توی این ریکانه چه چیزایی برای من مهمه، و اینکه بریم سراغ SSRF بعدش، و بعدش هم حالا این سناریوها رو من براتون شرح میدم و عرضم حضورتون که روندی که من تونستم به این 7000 تا برسم و براتون توضیح میدم. قدم اول دوستان اینه که خب شما توی حالا یه وبسایتی فکر کنید، مثلا تارگتتون یه تارگت خیلی بزرگیه، و خب تارگت های بزرگ، حالا بعضیا ممکنه بیان بگن که آقا وقتی یه تارگت بزرگیه، وقتی مثلا خیلی دیولوپر زیاد داره و خیلی دارن کار میکنن روش و تارگت اکتیویه، باگ پیدا کردن ازش سخته، ولی در واقع اصلا اینطور نیست. یعنی هر چی سامانه بزرگتر باشه، هر چی تعداد ساب دامین ها بیشتر باشن، تعداد عرضم حضورتون که آی پی آی اون سازمان بیشتر باشه، شانس به باگ رسیدن و باگ خوب رسیدن هم زیاد میشه. همینطوری من حالا یه اکستنشن رو میخوام اول کار معرفی بکنم که توی ابزار برکسویت هستش و حالا خیلی کمک هم کرد توی پیدا کردن این باگ. اسم اکستنشن دوستان اینه، برک جی اس لینک فایندر. خب نکته ای که هستش توی حالا ریکان اینه که بعضی هم ممکنه این فایل های جی اس یا جاوا اسکریپتی که حالا وجود داره رو نادیده بگیرن، که به نظر من بدترین کار ممکنه نادیده گرفتن این فایل ها. چرا که توی این فایل ها دیولوپر میاد یه سری تغییراتی رو ایجاد میکنه، یه سری حالا کدایی رو اضافه میکنه، و اینکه توی این کدها ممکنه خب خودمونیم دیگه یه سوتی داده باشه، و اون سوتیه ممکنه حالا مثلا یه آی پی باشه، یه آی پی داخلی باشه، میتونه حالا مثلا یه دایرکتوری خاص باشه، و اینکه حالا هر چیز دیگه یا ممکنه توی این فایل جاوا اسکریپت باشه که از نظر ما یه هکر خیلی مهمه این اطلاعات. این اکستنشنی که دوستان من اینجا آوردم اسمشو، همونطور که از اسمش هم مشخصه، لینک هایی که توی اون فایل های جاوا اسکریپتی که خب شما توی اپلیکیشن دارید میبینید و میاد اسکن میکنه،
یه پترن خیلی راحت داره، میاد همه لینک هایی که توی اون فایل جاوا اسکریپت وجود داره رو نشون میده. این ابزار خوبیه برای شروع حالا تحلیل فایل های جاوا اسکریپت. ولی نکته‌ای که هستش اینه که خب همیشه میگن که آقا از ابزار استفاده بکنید یا ابزارهای خودتون رو بنویسید، و این که حالا توی این بخش هم شما میتونید ابزار خودتون رو بنویسید، ولی من چیزی که توصیه میکنم اینه که بیاید خود اون فایل های جی اسی که وجود داره رو بشینید بخونید. یه سری از فایل ها هستش که خب دیفالت همه و اپلیکیشن هاست، مثل چی؟ مثل جی کوئری، مثل حالا فایل های کتاب خونه های دیگه، که خب اینا رو باید لود بکنه بروزر تا بتونه اون خدمت رو بده، تا بتونه اون کد جاوا اسکریپتی که خود دیولپر توسعه داده رو بتونه بارگذاری بکنه روی مرورگر. من توصیه‌ام اینه که این فایلا رو حالا خیلی روزنامه وار بخونید، ولی فایلایی که عرضم حضورتون خود دیولپر نوشته و خب حالا میشه از روی ریسپانس لینکسی که تو برپ سویت هم نشون میده استفاده کرد براش، فیلتر بکنید اون فایل ها رو و اون فایل ها رو واقعا مطالعه کنید. چرا؟ یه وقتی هستش مثلا شما دارید با یه سامانه ای رو تست میکنید که اون سامانه از JWT برای آتنتیکیشن استفاده میکنه، جیسون وب توکن. سلام دوباره به همه دوستان عزیزم، نمیدونم صدای من رو داریم نداریم، چجوریه شرایط. من یه توضیحی رو میدم، حالا امیدوارم که صدا ما داشته باشید. ما این لایو اگه اوکی باشید روی آپارات بدیم، چون فکر میکنم مشکل از ارتباط بین ما با توییچ باشه و اینجا من فریمایی که دراب شدم خیلی درصدش بالاست. فکر میکنم روی آپارات اوکی باشه. اگه نشدم که کلا حالا ریکورد میشه این حالا لایو استریم، بعد توی یوتیوب میتونید ببینید حتما. اگر صدای من رو دارین که بریم روی آپارات، من نظرم اینجا وقت تلف کردنه. خب بچه ها به من اطلاع دادن که صدا هست، تصویرم اوکیه. حالا من بخش کامنت ها رو بستم، یعنی من دیگه نمیتونم کامنت های شما رو ببینم. هر سوالی چیزی بودش توی حالا خود یوتیوب پایین پستش کامنت بکنید یا بپرسید. بچه ها به من همین الان بپرسید، بچه ها به من منتقل میکنن سوالات. ما ادامه میدیم ایشالله که اوکی باشه، یعنی صدا و تصویر اوکی باشه، ببینید همه چی. خب در مورد فایل جاوا اسکریپت صحبت کردم من و اینکه خیلی اهمیت دارن، و چیزی که توی این باگ 7000 تایی هم برای من به اثبات رسید که این فایل اهمیت دارن این بودش که من توی این فایل جاوا اسکریپت تونستم یه آی پی داخلی مثلا سازمان رو پیدا بکنم. مثلا این آی پی بود. خب من هیچی در مورد این آی پی نمیدونستم و اینکه فقط اینو یه گوشه توی حالا داکیومنتام آوردم که بدونم یه همچین آی پی توی سیستم داره استفاده میشه، یعنی این آی پی بهش یه ریکوستی زده میشه و توی معماری اون و اپلیکیشن این آی پی
نقشی داره. همین برای من کافیه توی این فاز. و این یه دیتاییه که الان یه دیتای اهمیت نداره برامون، ولی خب بعدا میتونه خیلی اهمیت داشته باشه. پس فایل‌های جاوا اسکریپت به شدت فایل‌های مهمی هستند و برای فاز ریکان شما این فایل‌ها رو حتما تحلیل بکنید، خودتون بخونید یا از ابزارها استفاده بکنید، که ابزاری هم که من اینجا معرفی کردم یکی از ابزارها اکستنشن برج جی اس لینک فایندر هست. خب نکته دومی که توی این آسیب پذیری وجود داره و این بانتی واقعا ببخشی آره صدا و تصویر رو بچه ها میگن که اوکیه، حالا کامنت ها رو برای من میفرستن. نکته دومی که هستش اینه که دوستان آی پی اون سامانه‌ای که میخواین تست بکنید خیلی مهمه. ببینید یه وقتی هستش که خب اون سامانه داره از CDN استفاده میکنه، CDN کلودفلر AWS ببخشید آمازون یا حالا هر چیز دیگه، یعنی ابراروان یا هر چیز دیگه، این آی پی پشت حالا این CDN رو پیدا کردن برای ما خیلی اهمیت داره و موفقیت من توی این باگ 7000 تایی فقط به خاطر این بودش که من آی پی پشت CDN رو تونستم پیدا بکنم. خب حالا ما چطوری آی پی پشت CDN رو پیدا بکنیم؟ روشش چی هست؟ اولین نکته آی پی هیستوریه. خیلی ابزارهای آنلاین وجود دارن، یکیش همین ویو دی ان اس. توی گوگل سرچ بکنید، بذارید من مثلا اینجا بیارم viewdns.info. توی این سایت شما یه دامین وارد میکنید و هیستوری اون دامین رو شما میتونید ببینید که چه آی پی هایی گرفته از اون وقتی که این دامین ثبت شده. این یکی از راه هاست که هیستوری آی پی رو شما در بیارید. یکی دیگه از راه ها DNS. توی ریکوردهای DNS شما میتونید ببینید که حالا اون سایت چه آی پی هایی داره میگیره. من DNS دامپستر رو اینجا معرفی میکنم که حالا مثلا ما یه سایتی رو تست بکنیم، مثلا خود آروان فکر کنم URLش همین بود. حالا اگه اینم نبود ببینید نها کنید توی ریکوردهای مربوط به DNS یه سری ریکورد وجود داره. حالا اینجا یه سری IP دارم من. اوکی این IP ها خب اهمیت داره برای ما و اینکه باید ببینیم خب این IP ها برای کی هستش، تو چه رنجی هست، اون رنج به اسم کی هستش و این داستان ها. چطوری این رنج رو پیدا بکنیم؟ با همین ابزار ویو DNS. انقدر ابزار اینجا زیاد داره که شما میتونید بگردید و پیداش بکنید. ریورس بذارید حالا مثلا من یه نمونهش چیزی بکنم، ریورس هویز لوکاپه که این آی پی رو شما وارد میکنید. بکنم همین بود، نه این ایمیل میگیرم. بذارید من یه سایت دیگر رو بیارم. DNS checker. بله این سایت DNS checker هم دوستان یه ابزار آنلاین، یعنی یه سری ابزارهای آنلاین داره که خیلی میتونه کمک کنه. IP voice lookup کدومشه؟ IPv6. من اینجا یه آی پی وارد میکنم و میخوام ببینم که این آی پیه برای کیه و حالا تو چه رنجی هست.
خب اینجا بچه ها این IP CIDRش یه رنج 11 تاییه، خیلی رنج بزرگیه و حالا اصلا برای آمازون هم هست. ما هدفمون این نیستش که روی آمازون تستمون رو انجام بدیم، ما هدفمون اینه که روی اون جایی که به اسم شرکت هستش انجام بدیم، که مثلا اینجا آروانه و این IP رو بزنم. خب باز حالا این یه رنج کوچیکتره. ببینید نکته که اینجا هستش اینه که تمام این رنج رو شما باید یه اسکنی انجام بدید روش، و اینکه خب روی پورتای مختلفش و پورتای وبی معمول که حالا رایجه، که اونا رو بهتون میگم چه پورتایی هستش رو بذار جلوتر بندازه شما. اینم از این. پس IP پیدا کردن IP خیلی اهمیت داره، و میگم این 7000 تایی که من گرفتم خیلیش به خاطر این IP است، یعنی همش به خاطر اینه که من IP رو پیدا کردم و اون سرویس وبی که روش اتصال پیدا شد به صورت دایرکت میتونستم با IP بخونم اون سرویس ها رو، ببینم اون سرویس ها رو. خب حالا IP هم حالا به یه نحوی ما پیدا کردیم رنجو، حالا یه رنج بزرگ یا کوچیک حالا هرچی، چی کار کنیم حالا بعد از اینکه IP رو پیدا کردیم؟ نکته ای که هستش اینجا اینه که آقا اسکن باید بذاریم رو چه پورتایی؟ پورت 80 443، ارزم بود که 7443، 8443، 8080، 80 88، 88 88 و 8443. آه 8443 رو آورده بود. آره این پورت ها پورت رایجیه که توی وب استفاده میشه. حالا ممکنه مثلا روی پورت دیگه هم یه سرویس یا یه سرویس وبی آورده باشن بالا، ولی خب دیگه نمیشه اونا با اسکن اینجوری تشخیص داد. شما دیگه باید یه فول پورت بذارید، یه اسکن فول پورت بذارید که بتونید اون سرویس وبی رو پیدا بکنید. من یه راهنمای دیگه هم که بکنم، من اون سرویسی که SSRF رو گرفتم، رو اون وبی که SSRF گرفتم پورت 8888 باز بود، و اینکه روی این پورت من اون سرویس وبی رو دیدم و بعد پیلودای SSRF هم رو گذاشتم و به نتیجه رسیدم. این هم از این نکته. حالا ما پورت رو پیدا کردیم. خب خیلی وقتا میشه که شما پورت رو پیدا میکنید، سرویس وب هم هست، خطایی که میگیرید چیه؟ یا 403 یا 404، کلا خطاهای از نوع 4ه، یعنی یه خطای ارور MTP وجود داره، خطاهای حالا 500 و 200 و یعنی 300 و اینا رو ولش بکنید، چون وقتی 300 باشه یعنی 3 اولش باشه یه ریدایرکشنه. خب این ریدایرکشنه مشخص میشه دیگه دستینیشن کجاست، و شما دیگه میتونید ببینید که توی کدوم دایرکتوری دارید میرید و میتونید اونجا دیدتون بازتر میشه. منتها خطاهایی که از نوع 4ن خب نشون دهنده اینه که ما جای درست نیستیم. حالا کلا من دیگه باز نمی کنم 402 چیه 405 چیه اونا باز نمی کنم، ولی خطاهای از نوع 4 یعنی که شما تو دایرکتوری درست نیستید، یا اون دایرکتوری که هستید پرمیشن نداره، یا اون دایرکتوری کلا وجود نداره، یا حالت های مختلف دیگه. چی کار کنیم توی این حالت؟ ما اومدیم پس تا الان چی شد؟ IP رو پیدا کردیم، IP پشت CDN، IP خود اون سامانه، و پورتش هم پیدا کردیم، اسکن گذاشتیم پورتش هم پیدا کردیم. خب حالا چی کار کنیم؟ خطای 400 میگیریم. چی کار کنیم؟ اینجاست که شما باید دایرکتوری بروت فورس انجام بدیم. اوکی حالا من توی این دایرکتوری بروت فورس، چون خیلی ابزار وجود داره براش، من کلا از دو تا ابزار بیشتر استفاده نمی کنم برای این بحث. یه ابزار پایتونی دارم که این ابزار پایتونی اسمش از ساب، ببخشید دیر سرچ. اوکی و یه ابزاری دارم با زبان گو نوشته شده به اسم میگ.
این ابزار میگو یه آدمی نوشته به اسم تام نام نام، توی گیت هاب هست، بذارید من بهتون نشون بدم. با این مگه بوده که من تونستم اون SSRF رو پیدا بکنم. مگ گیت هاب، خب همینه. مزیتی که دوستان این ابزار به نسبت به بقیه ابزارها داره و حالا ورژن‌های مختلف، یعنی چیزهای مختلف هم ممکنه شبیه این باشن، اینه که خیلی از پس ها رو شما میتونید روی خیلی از هاست ها تست بکنید. یعنی چی؟ شما یه تعدادی حالا پیلود دارید، یه تعدادی دایرکتوری دارید برای حالا هاستایی که وجود داره و از اون ور شما هاستای زیادی هم دارید. یعنی چی؟ یعنی روی مثلا اون رنج بزرگی مثلا 24 تایی که شاید مثلا هولوشه چه میدونم 1000 تا اصلا آی پی بشه، شما باید یه اسکن روی این پورت ها انجام بدید. اوکی، خب این اسکن رو انجام دادید، دیدید که آقا مثلا روی 100 تا از این آی پی ها پورت 8080 بازه و پورت 80 بازه. خب چی کار میکنید؟ میاید همه اون آی پی هایی که پورت 80 شون بازه رو توی لیستی نگه میدارید و اون دیکشنری که دارید برای حالا دایرکتوری هایی که هستش روی این هاستا تست میکنید به وسیله ابزار مگ. امیدوارم متوجه شده باشید منظور چیه، حالا این ابزار چه کار میکنه. ولی مزیت بزرگی که این ابزار داره دقیقا همینه. نویسندش هم تام نام نامه، یکی از هکرهای بزرگ هکروان و فکر کنم جز 50 تای اول باشه اگه اشتباه نکنم. خب اینم از این. پس دو تا ابزار معرفی کردیم، یه دیر سرچه که خب این مقدار کنتره ولی فالس پازیتیوش کمتره، یه ابزاری هم هست به اسم میگ که اینو به زبون گو نوشتن، سرعتش بیشتره و اینکه من خودم شخصا از همین دوتا ابزار استفاده میکنم. باز حالا ابزارهای بروت فورس دیگه هم هست، چه میدونم مثل افاف، مثل دبلیو فاز، مثل حالا این چیزایی که توی کالی هم به صورت پیشفرض هست. بکنم افاف توی کالی نیست ولی دبلیو فاز توی کالی هست، اگه اشتباه نکنم. این ابزارها هم خوبن. شما کلا با یه ابزاری رو باید انتخاب بکنید که فاز پوزیتیو کمتری بهتون بده، سویچ های مختلفی داشته باشه که بتونید با تایم ها، یعنی با دیلی های مختلف بتونید تست ها رو انجام بدین که مطمئن باشید از بابت ریسپانسی که دارید میگیرید. و خب این دوتا ابزار واقعا ابزارهای به شدت خوبی هستن. این هم از این نکته. من یه نکته دیگر هم بگم خدمتتون. ببینید وقتی شما میخواید عملیات دایرکتوری بروت فورس انجام بدین، سوالی که پیش میاد اینه که آقا خب ما چه دایرکتوری هایی رو تست بکنیم، یعنی دیکشنریمون چی باشه. نکته اول اینکه آقا همیشه دیکشنری خودتون رو داشته باشید. توی همه چی دوستان، یعنی شما مثلا متد HTTP یه دیکشنری برای خودتون داشته باشید، پیلودهای مربوط حالا مثلا به CSRF و یه پیل دیکشنری برای خودتون داشته باشید، دایرکتوری ها رو یه دیکشنری داشته باشید. حالا تو بحث دایرکتوری، چون تعداد دایرکتوری ها خیلی زیاده و دیکشنریتون ممکنه اصلا از 100 هزار تا هم رد بکنه، توصیه اینه که چی؟ شما تو 3 لول دایرکتوری ها رو داشته باشید. مثلا یه دیکشنری داشته باشید از حالا 1000 تا دایرکتوری که خیلی استفاده میشه، خودتون توی پروژه هایی که دارید، توی هانتینگ هایی که انجام میدین، یه سری دایرکتوری هستش که هی داره تکرار میشه، هی داره تکرار میشه. خب این دایرکتوری ها میاد توی این دیکشنری 1000 تایی. یه دیکشنری دیگه داشته باشید، یه دیکشنری دیگه جمع آوری کنید با 5000 تا ریکورد، یه ذره بزرگتر از اون اولیه است. اگه مثلا اولیه جواب نداد بیاید سراغ این دومیه. و لول سوم هم حالا یه دیکشنری داشته باشید اصلا با 20000 تا ریکورد که دیگه همه چی رو تست کرده باشید. توصیه من میگم اینه که شدیداً دیکشنری خودتون رو داشته باشید. همه هکرها دیکشنری خودشون رو دارن، هیچ هکری هم دیکشنریشو پابلیک نمیکنه که بقیه استفاده بکنن. چرا؟ چون این نتیجه زحمات چندین و چند ساله اون فرده
و دایرکتوری های مختلف، حالا چیزهای مختلف رو جمع آوری کرده و میدونه که آقا مثلا تو این هزار تا، این هزار تا همشون تکرار میشن، یعنی تو هر سامانه ای توی 90% سامانه ها این هزار تا دایرکتوری یه نحوی هست. اما حالا شما مثلا اول کاری میگید که آقا خب من دیکشنری ندارم، نمیدونم حالا این دیکشنری که الان خودم میخوام استفاده بکنم خودم یعنی بنویسمش ریسپانس خوب بهم میده یا نه. توصیه من اینجا چیه؟ اینه که آقا خب بیا چون اول کاری یه چند تا دیکشنری من اینجا معرفی میکنم، بیاید از اینا استفاده کنید. ولی میگم این اینا رو که تست میکنید خیلی مطمئن نباشید که آقا فقط همین دایرکتوری هست، چیزهای مختلف بازم هست. معرفی کنم اشتباه من دیسکاوری سکلیست دیگه، دیسکاوری وب کانتنت آره خودش. یه حالا دیکشنری که وجود داره بچه ها اینجا حالا نگاه کنید، این حالا آخرین آپدیتش هم برای ماه پیش آپدیت هم هست نسبتا رفت large directories lowercase، رفت large directories و نگاه کنید بچه ها، حتی اشتباه شد، حتی میگم lowercase و uppercase و اینا هم اینجا اومده جدا کرده و توی سه لول این هم داره، لارج و میدیوم و اسمال. که حالا چون از این دیکشنری های آماده میخواید استفاده بکنید بچه ها، من به نظرم از همین اسمال شروع بکنید، اسمال دایرکتوری که هم لوئر کیس داشته باشه هم اپر کیس. اینه مثلا بعد اگه دیدید ریسپانس خوب نگرفتید با این ابزاری که من معرفی کردم، بیاید یه دیکشنری بزرگتر تست بکنید، هی بزرگش بکنید، ولی 90% این اسمال فایلز میتونه بهتون چیزای خوب بده. خب این یه دیکشنری، یه دیکشنری دیگه asset note فکر کنم اشتباه اومدیم، word list dot asset note. آره خب این هم یه دیکشنری دیگه است دوستان، از اینا میتونید استفاده بکنید. اینا حالا شاید یه ذره آپدیت تر باشه ولی میگم الا ماشاءالله دیکشنریه. بعضیاش هم گفته که آقا از سکلیست برداشتم و اینکه این هم یه منبع خوبه برای دیکشنری. یک حالا چیز دیگه که شاید این اسمش رو شنیده باشید فاز دی بیه، که باز اینجا هم حالا یه سری دیکشنری ها وجود داره که اینجا اومده بر اساس فریمورک مثلا جدا کرده، سی ام اس ها رو یه جا گذاشته، اونه که پی اچ پی هن و حالا چیزهای مختلف دیگه. این هم پس یه دیکشنری دیگه فاز دی بی، اینا رو حتما سرچ بکنید، دانلود بکنید، دیکشنری ها رو داشته باشید. یه دیکشنری دیگه هم که خب این از همه معروف داره پیلود آل تینگز، و خب اینجا همون بحث جدا کردن رو اینجا داریم میبینیم که CRLF injection رو مثلا داریم، CSRF injection رو داریم، بعد ارزم حضورتون نو اسکیول اینجکشن یه سری چیز داره، ریس کاندیشن اسکیول اینجکشن، این خیلی چیز بزرگیه و اینکه حالا کامل هم هست نسبتا. ولی بازم توصیه من اینه که بچه ها حتما از دیکشنری خودتون استفاده بکنید، دیکشنری خودتون رو بنویسید. شمایی که دنبال خیلی حرفه‌ای اومدین توی این حوزه و دنبال حالا کسب درآمدید از این حوزه،
باید ابزارهای مخصوص خودتون هم داشته باشید، باید حالا دیکشنری های خودتون رو داشته باشید و از اینا استفاده کنید. این هم از این دیکشنری. بریم سراغ، حالا من اینا رو توضیح دادم برای اینکه روند پیدا کردن اون باگ رو واقعا بهتون بگم، چون من طبق حالا NDA که وجود داره نمیتونم خود باگ رو دیسکلوز بکنم و اون روند اصلیه رو نمیتونم، ولی این دقیقا حالا یه چیز خیلی شبیه، دقیق نیست ولی شبیه، خیلی شبیه اون چیزیه که اون روندیه که من رفتم تا این باگ رو پیدا بکنم. پس چی شد؟ یه بار مرور کنیم. فایل های جاوا اسکریپت خیلی برای ما مهمن، اکستنشن من معرفی کردم یا اگه اوکیید خودتون برید بخونید، و توی این باگ من اومدم یا آی پی داخلی توی یکی از این فایل های جی اس بود، اینو پیدا کردم گذاشتم یه گوشه تا ببینم بعدا چه استفاده ای میتونم ازش بکنم. نکته بعدی اینکه آی پی پشت سی دی ان رو بگردید یه جوری پیدا بکنید که از اون دیتکشن ها و کنترل هایی که CDN میذاره جلوتون خلاص بشید واقعا، و حالا راه های پیدا کردن اون IP که زیاده، ولی خب یه راه خیلی مرسومی که هستش هم این IP هیستوریه که شما میتونید از این طریق این IP رو پیدا بکنید. نکته بعدی این که پورت ها هم میاد دارن، پورت های ویبی، من اینجا 5-6 تا پورت ویبی که رایج هسته رو آوردم، روی اون آی پی آی که پیدا کردید این پورت ها رو بذارید اسکن بشه ببینید که چه ریسپانسی میگیرید و روی کدومش این اپلیکیشن بالای و داره خدمت ارائه میده. بعدش اومدیم گفتیم که آقا باگای میام خطاهای از نوع 4 ممکنه براتون پیش بیاد، که خب این نشون دهنده اینه که توی جای درست نیستید، دایرکتوریتون دایرکتوری نیستید. هر خطای دیگه ای نشون دهنده اینه که آقا شما به هر حال یه جوری وصل شدی به اون دایرکتوری، یا خطای سمت سرور بوده که از نوع 500، یا ریدایرکشنه که به شما نشون میده توی کدوم دایرکتوری دارید میرید، و یا 200 دیگه که اوکی داده. پس این 400 اینجا چلنج ما هستن که گفتم برای اینکه این چلنج هم رفع کنیم باید چیکار کنیم؟ باید بوت فورس بزنیم روی اون اند پوینتی که هستش. ابزار چی هست؟ این دوتا ابزار که من یه ابزار پایتونی بهتون معرفی کردم که خودم استفاده میکنم، دیر سرچ، دی آی آر سرچ، و یه ابزاری هم با زبون گو هستش به اسم مگ که خب من اینو خیلی دوست دارم، خیلی واقعا ابزار کاربردی. دیکشنری، پس تو قدم آخرم دیکشنری خودتون رو باید داشته باشید یا اینکه از این دیکشنری هایی که معرفی کردم استفاده کنید. خب این از این. حالا این به صورت خیلی خلاصه بود این بخش ریکانی که من انجام دادم، ولی ریکان شما قطعا خیلی پیچیده تره، خیلی عرضم حضورتون که از ابزارهای مختلف ممکنه استفاده بکنید، خیلی چلنج ممکنه بخورید و شما باید به یه نحوی خلاصه این چلنج ها رو حل بکنید، این مکانیزم کنترلی رو دور بزنید تا بتونید اون باگی که هستش رو پیدا بکنید و ازش پول در بیارید. و یه نکته دیگه هم، حالا من اول لایو گفتم الان دوباره میگم، یه سری ها میترسن آقا از اسکوپ های بزرگ، میگن که آقا شرکت بزرگه اسکوپش حالا باشه، بزرگم باشه، ولی اینا انقدر حرفه‌ای ان یا مثلا انقدر دیگه کارشون درسته که چیزی پیدا نمیشه رو اینا، چی کار کنیم؟ من میگم که آقا این طرز تفکر شما کاملا اشتباهه. چرا؟ چون هر چی سامانه بزرگتر باشه، هر چی یه وبسایتی یه شرکتی بزرگتر باشه، آسیب پذیری‌هاش هم بیشتره. مطمئن باشید آسیب پذیری ها بیشتره، و اینکه باید فقط اون جای درست رو پیدا بکنید، اون آی پی رو پیدا بکنید، اون پورتر رو پیدا بکنید و اون دایرکتوری رو. همین تو فاز ریکانتون. پس این چند تا نکته رو دقت کنید. بس بریم سراغ SSRF. خب باگ SSRF رو داریم ما. باگ SSRF توی OWASP 2021 شماره 10
و اینکه جزو 10 تای اول خلاصه و اهمیت خیلی بالایی داره. من از اوسپ فقط این جدوله رو میخواستم بهش اشاره کنم که 385 تا CVE به اسم SSRF ثبت شده و کلا هم 9500 تا باگ SSRF تا حالا کشف شده از حالا اپلیکیشن های مختلف. اما کانسپت این باگ چیه؟ یک تعریف رسمی داریم ما اینجا که توی این تعریف رسمی همونطوری که میبینید SSRF وقتی اتفاق میفته که خب حالا اون به اپلیکیشنه میخواد یه ریسورسی رو که به صورت ریموت هستش رو بدون ولیدیشن از سمت کاربر بگیر، خب که این قابلیت این امکان رو به اون مهاجم میده که بتونه یه سری حالا URL malicious رو بفرسته برای اون اپلیکیشن و اون اپلیکیشن به صورت کلی همه یه مکانیزمای امنیتیش دور بخوره، یعنی فایروال و وی پی ان و هر نوع اکسس کنترل لیستی که وجود داره توی این بین دور میخوره و دیگه شما هیچی و این وسط نداره. این تعریف فرمالش بود، تعریف رسمیش بود. اما همینطوری یعنی خب این SSRF یعنی چی؟ به زبان فارسی خیلی راحت اگه بخوایم بگیم، قابلیت درست کردن ریکوست از یک سرور به اینترنت. یعنی چی؟ یعنی شما یه کاری میکنید که اون سروره یه ریکوست بزنه به اینترنت، یعنی به هر جای دیگه، به سرور شما. یعنی چی باز؟ یعنی اینکه اون سرور بیاد یه ریسورس خارجی رو لود بکنه، یه حالا فایلی رو لود بکنه و اجرا بکنه. این میشه SSRF. خیلی ساده، خیلی شبیه LFI و RFI و اینکه خیلی ها میان اصلا برای اینکه SSRF رو پیدا بکنن میان پیلودهای LFI رو تست میکنن روی پارامترهای مختلف. این از تعریف هایی که داشتیم. حالا چرا SSRF خیلی هارمفوله، خیلی اهمیت داره؟ به همین دلیل که همه مکانیزم های کنترلی که بین کلاینت و سرور هست توی SSRF دور میخوره و شما یک ترافیک اتورایز شده رو دارید که از این طریق میتونید دسترسی داشته باشید به میل های داخلی، به شبکه داخلی. یا وقتی از شما اسکن میخوایی بذاری روی شبکه ببینی آقا مثلا توی این شبکه مثلا میگم دیتابیس توی کدوم آی پی هست، پورت مثلا دیتابیس مثلا چه میدونم 1433 که مربوط مای اس کیو ال اگه اشتباه نکنم روی کدوم آی پی هستش. این دیگه باعث میشه که خب شما به همه اجزای کامپوننت های داخلی اون شبکه بتونید دسترسی پیدا بکنید و عرضم حضورتون که فعالیت خودتون رو انجام بدید. پس SSRF باگ به شدت حیاتیه. هر جا SSRF پیدا شد واقعا ضربات جبران ناپذیری رو میشه به اون وب سرور زد. حالا آخرش میگم که چی کار کردم که اون 7000 تا دادم. و یعنی SSRF یه باگیه که حالا من یه SSRF دیگه هم زده بودم تقریبا 3-4 ماه پیش، 3500 دلار من گرفتم. اونم SSRF بود، RCE شد. اینم SSRF RCE شد، ولی این SSRF من تونستم دسترسی پیدا بکنم به اون دیتابیس و اینکه تونستم یه سری دیتا بگیرم و کامند اجرا بکنم، وب شل بفرستم روی اون آی پی و اینکه کلی کار مخرب انجام بدن. اما تکنیک های میتیگیت کردن آسیب پذیری SSRF توی لایه نتورک، خب شما میتونید یه سری محدودیت هایی رو ایجاد بکنید مثل حالا سگمنت ریموت
ریسورس اکسس که میاد این حالا اکسس دسترسی داشتن به اون ریسورس ریموت رو بخش بندی میکنه و این باعث میشه که توی اون شبکه که شما هستین SSRF پیدا کردین ایمپکت SSRF کم بشه، یعنی بخش میکنه اون شبکه رو. و اینکه حالا شما وقتی SSRF پیدا میکنید توی سامانه ای ممکنه فقط روی همون IPA یا همون جا فقط بتونید کارت خودتون رو انجام بدین، خب این به شدت سناریو SSRF رو میاره پایین، یعنی ایمپکت SSRF رو میاره پایین. یه راه جلوگیری دیگه هم که هستش اینه که پالیسی دینای بای دیفالت رو توی فایروال فعال بکنید که به صورت پیش‌فرض میاد کل ترافیکی که از اینترنت میخواد بیاد به سمت اینترنت رو جلوش رو میگیره. خب مثل اینکه یه سری کامنت داشتین، حالا من این کامنت ها رو بعد از اینکه این بخش تموم شد میخونم و جواب میدم تا اونجایی که بتونم، و ولی کامنت ها رو همینجوری داشته باشید، سوالاتون رو داشته باشید که آخر این حالا بحث SSRF من میام کامنت ها رو میخونم و جواب میدم کامنت ها. توی لایه اپلیکیشن هم برای اون دوستانی که دیولوپر هم و این لایه رو دارن میبینن میشه یه سری محدودیت هایی گذاشت که شما همینجا دارید میبینید، سانیتایزیشن و ولیدیشن همه اینپوت های کلاینت، اینفورس کردن URL که یه حالا وایت لیست داشته باشید که از اون وایت لیست فقط اون ریسورس ها خونده بشه، ریسپانس های do not send raw response to clients که ریسپانس هایی که به صورت متن رو هستش رو به سمت کلاینت ارسال نکنید، و ریدایرکشن توی HTTP رو دیزیبل بکنید. اینا راه حلاییه که میتونید استفاده بکنید. حالا این راه حل آخر هم هست که باز اینم میتونید ازش استفاده بکنید، خیلی پیچیده تر میشه این بحث. ما این لایبر گذاشتیم برای اتکرا، برای دیولوپرا نیستش که بیاییم بهشون یاد بدیم چی کار کنن. سناریوهایی که وجود داره توی SSRF بچه ها پورت اسکن، حالا اون تجهیزات توی شبکه خیلی اهمیت داره. من توی همین سناریو 7000 تایی IP رو حالا از همون فایل JS پیدا کردم، اوکی IPA رو از تو همون فایل JS پیدا کرده بودم و میدونستم که باید به کجا ریکوست بدم. حدس میزدم که آقا این IP مربوط به با توجه به نوع ریکوستی که ارسال میشد و چیزایی که توی اون ریکوست بادی ریکوست بود، من حدس میزدم که آقا این ریکوست باید برای بکند باشه. وقتی کاربری روی همچین چیزی رو داره کلیک میکنه، این داره میره سمت بکند و اون IPA حدس زدم که مربوط به بکند میشه. حالا اگه شما IP بکند رو پیدا نکردید چی؟ یعنی اینجوری حالا توی لیک نشده بود توی فایل JSC چی کار کنید؟ بیاید اسکن بذارید روی تجهیزات توی اون شبکه، IP های لوکال رو حالا پیدا بکنید، یه حالا چند تا رنج کوچیک رو اسکن بکنید ببینید که چه ریسپانسی براتون میاد. اشل IP های اون سازمان میاد دستتون یا آقا این آی پی هاش مثلا 10-10ه یا 172ه یا 192ه. پس یه سناریویی که وجود داره اینجا اینه که شما میتونید پورت اسکن بکنید تجهیزات توی سرورهای اینترنال اون سازمان رو. یه بحث دیگه که حالا توی SSRF داریم سنسیتیو دیتا اکسپوژر هست که میایید اینجا دیتاهای حساسی که وجود داره رو مطالعه میکنید، میتونید بخونید از این طریق، از طریق SSRF که مثلا چه میدونم میان یه سری ها فایل ETC هاست رو اول نگاه میکنن که ببینن آقا چه مپینگایی وجود داره، یا حالا مثلا چه میدونم فایل های کانفیگ وب سرور رو نگاه میکنن و
یا کانفیگ دیتابیس و یا حالا هر چیز دیگه ای که بستگی این به شبکه اون سازمان داره. اینم پس سناریوی دوم. اما سناریوی سوم که من خیلی بهش علاقه دارم همین سناریوی کامپرومایزه، یعنی تصاحب سرویس های داخلی اون سازمان. یعنی چی؟ یعنی شما یک حالا سناریویی دارید، این باگو به یه نحوی تبدیل میکنید به RC ریموت کد اکزیکیوشن و میتونید از این طریق اون وب سرور رو کامپرومایز کنید و تصاحبش بکنید. من اینجا چی کار کردم؟ اومدم یه وب شل آپلود کردم روی همون IP اینترنالی که وجود داشت، این پیدا کرده بودم تو اون فایل JSA و وقتی حالا توی یه دایرکتوری خاصش هم ریختم که من دیگه نمیتونم لو بدم چون یه سری دیتا لو میره از اون سازمانه، ولی توی دایرکتوری ریختم که از بیرون قابل دیدن بود و روی اون دایرکتوری اومدم یه وبشل ریختم و تونستم به وسیله اون وبشل کارهای مختلف دیگه یا انجام بدم و دیتا بخونم و عرضم حضورتون که خلاصه کامپرومایز بکنیم. بس خب یه بحثی که توی SSRF هست، شما وقتی من یه چند تا نکته بگم البته خارج از این چیزمونه، یعنی توی این پرزنتیشن آورده نشده، یکی این که بچه ها من فکر کنم بدونن حالا اونه که توی این حوزه یه ذره بیشتر کار کردن، این که پارامترهایی که وجود داره و ممکنه که توش شما باگ از نوع فایل اینکلوژن یا SSR رو پیدا بکنید واقعا چند تا پارامتر بیشتر نیست. یه پارامتر URL DIR یا دستینیشن دست، این چند تا، این حالا کلا 10-12 تا بیشتر نیست. این پارامتر هم شما یه دیکشنری اگه برای خودتون داشته باشید خیلی خوبه که روی این پارامترها بیاد تستاتون انجام بدید. منتها یه بحث دیگه ای هم که هستش اینه که خب چه URL اسکیمای ما حالا باید بزنیم برای پلتفرم‌های مختلف. همونطور که می‌بینید HTTP و HTTPS همه ساپورت می‌کنن، FTP رو همه ساپورت می‌کنن، فایل رو همه ساپورت می‌کنن. من باز حالا اگه بخوام بگم این چیزی که پیدا کردم، عرضم حضورتون SSRFی که پیدا کردم روی HTTP بود، یعنی URL اسکیمای HTTP بود، ولی شما اگه میخواید تست بکنید یه جایی شک کردید، یه پارامتر مثلا دستینیشنه، یه پارامتر URL یا DIRه، شما میخواید تست بکنید چیزهای مختلف رو روش، بیایید حالا URL اسکیمای مختلف رو تست بکنید، فایل رو تست بکنید، FTP رو تست بکنید، HTTPS، HTTP و حالا حتی چیزهای مختلف دیگه، SMTP، تلنت، همه اینا رو تست بکنید و مطمئن باشید از بابتش. چرا؟ چون شما به وسیله این حالا URL اسکیما میتونید یه باگ با ارزش رو پیدا بکنید که خب خیلی شیرینه دیگه. خلاصه این قضیه، این هم از این URL اسکیما ساپورت. حالا چه آسیب پذیری هایی میتونه SSRF رو برای ما داشته باشه؟ فرمت پروسسینگ بچه ها، بحث XML، حالا اونایی که ذره باز حرفه‌ای ترن آسیب پذیری XXEO میشناسن، XML External Entity، DTD Remote Access، XML Design و توی حالا Open Office ما DDE فرمولا رو داریم که توی اینجا میشه SSRF رخ بده، Dynamic Data Linking رو داریم و External Resource Embedding. باز حالا توی بخش دایرکت سوکت اکسس شما CRLF اینجکشن رو دارید، کاملا مشخصه. توی یه بحث دیگه ای که هستش دوستان، حالا یه سری CVE حالا میاد توی اینترنت که این CVE ها میگن که آقا SSRF پیدا شده توی فلان لایبرری. خب این لایبرری ها برای ما خیلی اهمیت داره، لایبرری CURL, LWP, ASP.NET URI و Java URI.
پس چی شد؟ این لایبراری ها ممکنه توشون SSRF باشه. البته تو این چارتایی که آوردم SSRF هست، فقط شماره سی وی شو باید پیدا بکنید و پیلودش رو داشته باشید و حالا روی اون آی پی یا اون اند پوینتی که پیدا کردید این پیلودا رو تست بکنید. یه بحث دیگه هم که یعنی چه آسیب پذیریایی و میشه ازش SSRF گرفت، اکسترنال دیتا لینکینگ هست که دیتابیس های مختلف ممکنه یه لینک خارجی داشته باشن که توی این دیتابیس ها پوستگرس، MySQL، MongoDB، Redis و Oracle اینجا آورده شده. خب بریم سراغ خود SSRF. من یه ارجایی میخوام بدم شما رو به یه آسیب پذیری بسیار با اهمیت که اوایل 2021 کشف شد و افشا شد، آسیب پذیری به اسم پروکسی لاگان. نمیدونم چقدر دوستان این آسیب پذیری رو، این اکسپلویتش رو میشناسن و تست کردن و اینا. منتها توی این پروکسی لاگان نقطه شروع این آسیب پذیریه که SSRF. این سناریویی که توی این آسیب پذیری هست و اینکه خب قدم اولش همونطوری که اینجا توی این عکس هم دارید مشاهده میکنید یه سی ویه که یه SSRF روی یکی از سرویس های مایکروسافت و شما به وسیله ارسال کردن یک لینک مالیشس روی پورت 443 میتونید این آسیب پذیری SSRF رو تریگر بکنید و روی سرور آتنتیکیت بشید. حالا این پروکسی لاگان ادامهش رو دیگه ما بحث نمی‌کنیم، ولی این زنجیره ای از چند تا اکسپلویت مختلف، چند تا آسیب پذیری مختلف، اما قدم اول این پروکسی لاگان همونطور که اینجوری می‌بینید SSRF. من یه تیکه از کد اکسپلویت این آسیب پذیری هم اینجا آوردم براتون که همونطور که می‌بینید اینجا پارامتری که یعنی اون اندپوینتی که SSRF میخوره دایرکتوری EWS اکسچنج، فایل exchange.asmx و پارامتر آیه. آره این دقیقا همون SSRFیه که اوایل 2021 پیدا شد و پروکسی لاگان از این SSRF استفاده میکنه که دیگه بقیهش بموند دیگه. حالا اینها رو میتونید خودتون برید بخونید که میشد حالا یه سری کارهای مخرب کرد بیامون سرور مایکروسافتی و اینکه به سری نتایج رسید. خب بچه ها امیدوارم که حالا این پریزنتیشنی که من آماده کرده بودم عرضم حضورتون که خوب شده باشه و شما هم استفاده کرده باشید ازش. یه خط زمانی هستش از SSRF از توضیحاتش تا اون چیز پیشرفته‌ای که حالا توی سی وی 2021 26855 استفاده شده و حالا من پیلودهای مختلف و عرضم حضورتون که دیکشنری مختلف هم خدمتتون گفتم. و یه نکته دیگه هم که بگم حالا اینکه هیچ وقت ناامید نشید از پیدا کردن باگ. ببینید شما یه وقتی هستش مثلا یه تارگت کوچیک معمولا وقت می‌ذارین و حالا یا پنتست می‌کنید یا هانتینگ برنامه، می‌رید ترجیحتون اینه که آقا برید سراغ تارگت کوچیک. چرا؟ چون تارگت‌های کوچیک احتمال پیدا شدن باگ ازش بیشتره. این فرضی که شما دارید من به نظرم اشتباهه. چرا؟ چون هر چی سامانه بزرگتر باشه، هر چی اون اپلیکیشن بزرگتر باشه، شما می‌تونید آسیب پذیری های ارزم حضورتون که بیشتر و با کیفیت تری پیدا بکنید. چرا؟ چون دیولوپرها وقتی زیاد میشن هماهنگی بین این دیولوپرها و هماهنگی کامپوننت هایی که بین این چیزهایی که می نویسن هستش خیلی سخته و خیلی اتفاقا خیلی والنربیلیتی ها ممکنه اینجا اتفاق بیفته و شما به عنوان یه هکر، به عنوان یه هانتر، به عنوان یه پنتستر روی یه همچین کامپوننت هایی کار میکنید و آسیب پذیری پیدا میکنید. پس هیچ وقت ناامید نشید. واقعا من این آسیب پذیری و من خب یه ذره بیشتر در مورد این آسیب پذیری رو تارگتش توضیح بدم. خب این تارگت عرضم حضورتون که خب یه تارگت نسبتاً بزرگ بود
و من وقتی دیدم این اولین بار این تارگت رو دیدم که آقا این پشت سی دی انه، بعد خیلی نمیشه چیز کرد، عرضم حضورتون که روش مانور داد. و اولین چیزی که من به ذهنم رسید اینه که آقا برم این آی پی پشت سی دی ان رو به یه نحوی پیدا کنم، چون این جی اس رو من دیدم و واقعا خب یه سوتی خیلی بزرگه، بکنید مثلا یه آی پی بک اند رو شما روی جی اس فرانت اندتون دارید افشا میکنید، ولی خب این خود اینو شما گزارش بدید بانتی نداره، یعنی واقعا این آی پی یه آی پی لیکیج ساده است و خب شما هیچ دانشی هم ندارید که این خب آی پی کجاست، یعنی چه اطلاعی ندارید که این چه استفاده ای ازش میکنه و اپلیکیشن و اینا، و خب اینو گزارش بدید کلا شاید 50 دلار هم بهتون بانتی ندن. نکته ای که اینجا هستش اینه که خب این آی پی رو نگه دارید شاید یه جایی استفاده بشه کرد. من این آی پی رو که دیدم گفتم که خب آقا این آی پی حتما یه جا به درد من میخوره و من میتونم روی این تارگت باگ پیدا بکنم. وقت گذاشتم آی پی ها رو، ساب دومین ها رو پیدا کردم، ساب دومین های اون وبسایت رو پیدا کردم و آی پی های دونه دونه اون ساب دومین ها پیدا کردم. یه ابزار دیگه هم هستش برای بروت فورس، عرضم حضورتون که ساب دومین اسمش ساب بروته، انومریشن ساب دومین هاست که از اونم میتونید استفاده بکنید، اونم ابزار خوبیه. اومدم دونه دونه ساب دومین ها رو پیدا کردم و اینا، آی پی هاش هم نگاه کردم، رسیدم به یه رنج آی پی 24 تایی. توی این رنج آی پی 24 تایی من دیگه اومدم همین سناریو رو رفتم، اومدم پورت های مختلف رو اسکن کردم، دیدم روی پورت 8888 یکی از اینا، البته پورت یعنی وب زیاد پیدا کردم توی این آی پی آی که داشتم، ولی اون چیزی که SSR رو فرداش پیدا شد روی پورت 8888 بود. اومدم این پورت رو نگاه کردم، من اینجا به خط 400 نخوردم دیگه، هو اومد یه صفحه برای من اومد، یعنی یه اپلیکیشن اومد بالا که دیدم خب اینجا دیگه CDN نیستش و من میتونم همه کار انجام بدم، تستام میتونم آزادانه انجام بدم. اونجا اومدم حالا یه ریکانی حالا و اپلیکیشن رو انجام دادم، دیدم که خب یه پارامتری وجود داره روی اون و اپلیکیشن که داره یه ریسورسی رو از خارج از اون معماری داره میخونه. خب من اینجا اومدم این پیلودا رو تست کردم روش و بله دیدم که اینجا SSR وجود داره. این بود سناریوی این باگ 7000 تایی. حالا من کامنت ها رو الان دارم بخونم ببینم که سوالای شما چی هست. توییچ خب توی این اینجا که من کامنتی نمیبینم، چرا کامنت ها برای من نمیاد؟ Thank you.
خب دوستان من کامنتار اینجا ندارم، حالا تا دوستان یه رای پیدا شه تا این کامنتار ببینم و جواب بدم. اینم بگم که من آیدیم رضا مورتیه توی تلگرام، میتونید پیام بدید اگه حالا مشکلی چیزی بود سوالی بود، اونجا میتونیم با هم دیگه تعامل کنیم. توی تویتر هم باز با همین آیدی رضا مورتی هستم و اونجا میتونید توییت بزنید حالا اگه سوالی چیز خاصی بودش. خب یکی از دوستان کامنت گذاشته کارآموزم میگیری؟ والا من اونقدر وقت ندارم مثل بعضی ها کارآموز بگیرم و اینا، ولی سوالی چیزی باشه اوکی هم، این تا اونجایی که دانشم جواب بده جواب میدم. خب مثل این که یکی از دوستان داره کامنت ها جواب میده، یکی از بچه ها. خب اگه باز حالا سوالی چیزی هستش من هستم. یه توضیح، حالا من حالا تا کامنت ها میاد بالا و من ببینمشون یه توضیح در مورد SSRF بگم. بچه SSRF به شدت باگ حیاتیه. چرا؟ چون از طریق این SSRF شما میتونید RCA کنید، یعنی به صورت ریموت کامند اگزیکیوت کنید توی اون سرور، و این یعنی تصاحب اون سرور، و این یعنی تصاحب شبکه اون سرور، و این یعنی تصاحب کل اون سازمان. و این SSRF واقعا وقتی شما میبینید یه اوشتی باید بگید خلاصه باگ خیلی با ارزشیه. سناریوهاش هم واقعا سخت نیست. حالا بعضی ها ممکنه بگن که آقا SSRF جز اون باگای خیلی سخته، من واقعیتش قبول ندارم. هیچ باگی سخت و آسون نداره. ممکنه مثلا XSS یا همین HTML injection برای یکی سخت باشه، برای یکی آسون باشه، ولی یعنی همه باگا توی یه لولن یعنی یاد گرفتنشون، هیچ باگی سخت نیست. سخته رو من اصلا قبول ندارم. آه یکی از بچه ها چیز کرده که آیدی تلگرام چی بود؟ بچه ها آیدی تلگرام من اینه، ولی تو رو خدا این توقع نداشته باشید که من همون موقع جوابتون رو بدم، ولی قطعا جواب میدم. مطمئن باشید که جواب میدم، هیچ پیامی رو خونده نشده نگه نمیدم. ولی خلاصه سوالای سخت و چون میدونم این چیزا نپرسید دیگه. آقا کارآموزم میگیری یا نه؟ نه من کارآموز نمیگیرم، بانتی هم نقد نمی کنم. بگم یه سری ها ممکنه این سوال ها رو بپرسن. حالا من منتظرم ببینم اگه کامنت جدیدی هم باشه جواب بدم که
فعلا که خبری نیست. بچه ها من هیچ جا نمیرم، یکی از بچه ها گفته تو خود نرید و اینا، من هیچ جا نمیرم، من هستم اینجا. آیدی تلگرام حالا نوشتم، خب خب یکی از دوستان پرسیده که جاوا اسکریپت رو چه جوری بخونم، حالا کسی جزئیات هم گفتن و اینا. ببینید جاوا اسکریپت زبان برنامه‌نویسی وب، همه و اپلیکیشن ها جاوا اسکریپت داره. و اپلیکیشنی هم که میگن جاوا اسکریپت ندارن دروغ گفته دوباره داره. بعد اینکه چیاشو بخونید و اینا، ببین شما با سینتکس جاوا اسکریپت آشنا باش، حتی اگه میتونی حالا یه وب اپلیکیشن خیلی خیلی ساده با جاوا اسکریپت اگه میتونی حالا بنویس، یا کدای یه وب اپلیکیشن خیلی ساده رو بخون، اینا خیلی کمک کننده است. و شما توی بحث هکینگ اصلا نیازی نداری که جاوا اسکریپت رو بشینی صفر تا صد بخونی. جاوا اسکریپت تو فقط در حد معمولی و اینکه یه چیزایی رو ازش بفهمید. اونجوری اهمیتی نداره جاوا اسکریپت. خب پایتون هم، پایتون رو دیگه در حد اسکریپت نویسی شما باید بلد باشه دیگه. پایتون رو حالا یه پروژه بروت فورس به نظر من شما بنویس، این پروژه اپلیکیشن یه چیزی، حالا یه پروتکل یه بروت فورس بزن، یه اس اس اچ، حالا هر چی اینا رو بنویسی به نظر من خیلی چیز دستت میاد.
که چه کتابخونه هایی هستش برای ریکوست دادن، چی کارا میتونی بکنی با اون ریسپانسی که داری، تو ریکوسته چی کارا میتونی بکنی، هدرها رو چطوری میتونی مشخص بکنی. اینا چیزهای پایه‌ایه که به نظرم پایتون کامل یاد بگیر. این جاوا اسکریپت ولی نمیخواد کامل یاد بگیر، در حد سینتکس هم کافیه واقعا. نه خواهش میکنم. عهد فرج، آیا عهد فرج پور؟ ببین همونطوری که این دوستمون آیه فرزاد فرد گفتن، واقعا پروسه یک شبه نیست، یعنی این پروسه احتیاج به زمان داره، احتیاج به تلاش خیلی زیاد داره، احتیاج مطالعه بسیار زیاد داره، آپدیت باید باشید همیشه و نمیشه یه فرمولی رو داد که آقا شما بیا طبق این فرمول هرچی چیز بکنی، هر چقدر کار بکنی و اینا، طبق این فرمول به نتیجه میرسی. نه واقعا اصلا اینجوری نیست. من کاملا رد میکنم این قضیه رو. ببینید یه فردی هست ممکنه یه بک برنامه نویسی داشته باشه، دیولوپر باشه از قبل، بعد بیا تو حوزه امنیت. یکی هم هست حالا مثل من اصلا تغییر رشته داده باشه. من توی اون موقع که رشته قبلی داشتم میخوندم، من عمران خوندم قبل، ولی عرضم حضورتون که دیولوپر بودم تو همون رشته قبلیم. یعنی عمران اصلا دوست نداشتم و موقع هم که حالا عمران بودم توی شرکتی دیولوپر بودم، دیولوپر جونیور بودم و میگم این فرموله رو نمیشه به هر کسی داد. حالا باز شما میخوای به من پیام بده، ولی خب دیگه مسیرش سخته دیگه، واقعا مسیر خیلی سختی داره. ولی اگه علاقه داشته باشی به این حوزه، یعنی هدفت فقط پول در آوردن نباشه، لذت میبری واقعا. یعنی میگم یه بادی یه رایتاپ خوب میخونی لذت میبری. اگه واقعا اینجوری هستین شماها که لذت ببرید از یه رایتاپ خوب یا از یه آسیب پذیری با یه خوب، شما جای درست اومدید. این حوزه حوزه آینده شما میتونه باشه، میتونید کلی پول ازش در بیارید و اصلا پوله به کنار، میتونید موفق باشید میتونید. ولی وقتی علاقه نداشته باشید به این حوزه، هدفتون صرف پول در آوردن و چه میدونم هک کردن و این چیزا باشه، نه واقعا خسته میشین، یه جایی صبرتون ته میکشه و میبرین واقعا. من فکر کنم دیگه بچه ها سوالی ندارن. باز حالا الان 10:22 است، تو 10:25 من منتظر مونم ببینم اگه سوالی بود که در خدمتم، اگه نه که لایو رو تمام کنی.